مهمترین عناوین خبری هفته. نگرانی از افزایش تنش‌های نژادی در کبک. احتمال تغییر تاریخ برگزاری انتخابات در کانادا. تومار هزاران نفر علیه شاکیان هشدارهای شبانه پلیس. افزایش نرخ جرائم در کانادا. افزایش سرعت اینترنت در آنتاریو. آلودگی شیرینی‌های خامه‌ای برند سلبریت به باکتری سالمونلا. طرح مهاجرتی جدید تورنتوی بزرگ برای کارگران ساختمانی. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. ممنون میشم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید. مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با نگرانی از افزایش تنش‌های نژادی در کبک. هفته گذشته مرد سفیدپوستی در شهر مونترال با نزدیک شدن به یک زن عرب زبان و دختر 2 ساله‌اش و با بیان اشارات توهین‌آمیز، عبارات جنسیتی و نژادپرستانه و خشونت و تهدید آنها را مورد اهانت قرار داد. ویدیویی از این حادثه که توسط دوربین تلفن همراه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، موجی از نگرانی را در میان کاربران و مردم ایجاد کرده است. بسیار این حادثه را به قانون موسوم به بیل 21 که ماه گذشته در استان کبک وضع شد و استفاده از نمادهای مذهبی همچون حجاب را برای کارکنان دولتی، معلمان و قضات منع می‌کند مربوط می‌دانند. به اعتقاد این عده، وضع این قانون به شهروندان اجازه بیان چنین اهانت‌هایی را می‌دهد. با این حال سخنگوی دولت آقای لوگو ارتباط چنین اتهامی را با وضع لایحه 21 رد کرده و وقوع حوادثی از این دست را تأسف‌بار خوانده است. احتمال تغییر تاریخ برگزاری انتخابات در کانادا. در هفته‌های گذشته یکی از داوطلبان حزب محافظه‌کار کانادا پیشنهاد تغییر تاریخ برگزاری انتخابات آینده دولت فدرال را به دلیل تقارن این انتخابات با یکی از تعطیلات و اعیاد مهم یهودیان مطرح کرده است. به گفته این فرد، تعطیلات مربوط به این عید که درست روز 21 اکتبر همزمان با انتخابات خواهد بود، زندگی دست کم 75 هزار نفر از یهودیان سراسر کانادا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مانع از این خواهد شد که بتوانند در این انتخابات شرکت کنند. این عید که موسوم به شمینی آدزرت است، یهودیان را از انجام بسیاری از امور همچون رانندگی، استفاده از تلفن همراه و کامپیوتر و حتی رأی دادن منع می کند. قرار است تصمیم نهایی درباره تغییر تاریخ برگزاری این انتخابات اول آگوست اعلام شود. در حال حاضر تاریخ پیشنهادی جدید 28 اکتبر است. اما تومار هزاران نفر علیه شاکیان هشدارهای شبانه پلیس. پس از بالا گرفتن اعتراضات عمومی نسبت به اعلام هشدارهای شبانه پلیس آنتاریو بر روی تلفن همراه ساکنین این استان، هزاران کاربر شبکه‌های مجازی با امضای توماری خواهان جریمه کسانی شدند که در اعتراض و برای طرح شکایت به این هشدارها با تلفن 911 تماس می‌گیرند. به گفته امضا کنندگان این تومار، مردم باید بدانند که تماس با 911 موجب اشغال نگه داشته شدن خطوط تلفن و اتلاف وقت پرسنل این مرکز می شود و موجب خواهد شد کسانی که در شرایط اورژانسی هستند نتوانند به موقع با پلیس تماس بگیرند. در نهایت قرار است این تومار به دفتر نخست وزیر آنتاریو آقای فورد برای طی مراحل قانونی ارسال شود. اما افزایش نرخ جرایم در کانادا. به گزارش پلیس کانادا، جرم و جنایت در این کشور برای چهارمین سال متوالی روندی فزاینده داشته است. با این وجود، این آمار در مقایسه با آمار 10 سال گذشته همچنان پایین تر است. در این گزارش که روز دوشنبه 22 جولای و پس از بررسی 5000 داده اعلام شد، این افزایش بیشتر مربوط به جرایمی از قبیل کلاهبرداری های تلفنی و جعل هویت، اذیت و آزار جنسی، سرقت و دزدی از فروشگاه ها بوده است. بر اساس این گزارش، نرخ جرائم در همه استانهای کانادا به غیر از استانهای ساسکچوان، یوکون، کبک و نووا اسکوشیا نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در استانهای بریتیش کولومبیا و آلبرتا نیز
نسبت به سال 2018 ثابت مانده است. اما خبری دیگر، افزایش سرعت اینترنت در استان آنتاریو. آقای داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو روز سه‌شنبه 23 جولای از اختصاص 315 میلیون دلار برای بهبودی آنتن‌دهی تلفن همراه و افزایش سرعت اینترنت در نواحی روستایی و حومه استان آنتاریو خبر داد. در این طرح قرار است 150 میلیون دلار برای ایجاد پهنای باند جدید برای این نواحی اختصاص یابد. ارائه این طرح در پاسخ به شکایت‌های مکرر ساکنین نواحی روستایی و هومه در استان آنتاریو در طی سال‌های گذشته بوده است. به گفته این ساکنین، عدم دسترسی به چنین امکاناتی آنها را متحمل ضررهای اقتصادی بسیاری کرده است. همچنین روز چهارشنبه 24 جولای دولت فدرال نیز از اختصاص بودجه‌ای برای افزایش سرعت اینترنت در نواحی دورافتاده سراسر کانادا از طریق گسترش فناوری ماهواره‌ای خبر داد. آلودگی شیرینی‌های خامه‌ای برند سلبریت به باکتری سالمونلا. آژانس نظارت بر غذای کانادا روز پنجشنبه 25 جولای از آلودگی دسرهای منجمد مارک سلبریت به باکتری سالمونلا در سه استان بریتیش کلمبیا، آلبرتا و ساسکچوان خبر داد. از کسانی که در این سه استان و به تازگی از این محصولات شکلاتی و شیرینی‌های خامه‌ای خرید کرده‌اند خواسته شده از مصرف آنها خودداری کنند و آنها را به فروشگاه‌های محل تهیه بازگردانند. به گزارش آژانس غذای کانادا، غذاهای آلوده به باکتری سالمونلا ظاهر و بوی فاسد شدگی ندارند، اما می‌توانند در کودکان، زنان باردار و افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدن آنها ضعیف است باعث ایجاد بیماری و عفونت‌های خطرناک و حتی مرگبار شوند. این باکتری می‌تواند در افراد سالم نیز علائمی همچون تب، سردرد و حالت تهوع ایجاد کند. این آژانس برای این محصول در ماه آوریل نیز به دلیل آلودگی به این باکتری اعلام جمع‌آوری داده بود. و در پایان، طرح مهاجرتی جدید تورنتوی بزرگ برای کارگران ساختمانی. دولت فدرال به تازگی خبر از طرح مهاجرتی جدیدی در محدوده تورنتوی بزرگ داده است که از یک سو مسیر مهاجرت برای کارگران ساختمانی را هموار می‌کند و سوی دیگر پاسخگوی نیاز کمبود نیروی انسانی در این زمینه و در این محدوده خواهد بود. این برنامه که آمادگی پذیرش 500 مهاجر واجد شرایط را به همراه اعضای خانوادشان خواهد داشت، از تاریخ 3 سپتامبر 2019 برای ارزیابی اولیه در وبسایت کنگره نیروی کار کانادا قابل دسترسی داوطلبین خواهد بود. ارزیابی نهایی نیز توسط سازمان مهاجرت این کشور انجام خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان نیروی کار انسانی کانادا، استان آنتاریو تا 10 سال آینده به 26100 نفر دیگر در زمینه کار ساختمانی نیازمند است، چرا که افرادی که همکنون در این زمینه مشغول به کار هستند تا آن زمان به سن بازنشستگی خواهند رسید. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر، خدا نگهدار.